نقطه الان به بچه های یوتیوب خوش اومدید به یک ویدیو دیگه با یاسی. آقا امروز اومدیم یه محله‌ای به نام بالات تو استانبول که من خودم تا حالا نیومده بودم. یعنی تو استانبول تو کافیه یه موبایل دستت بگیری همه نگات میکنن، نگاه مثلا چه کار عجیبی داری میکنی. اومدیم بالات گردی، شما رو میخوام همراه خودم ببرم. میگم خیلی منطقه خوشگلیه، پر از خونه های رنگی و ایناست. بریم ببینیم چطوریه. بگو برنامه امروز چیه؟ برنامه امروز یا یه دونه از این اینجا بچه های کوچولو موچولو هستن، بذار بلندتر حرف بزن، از اونا میگیریم که لیدرمون بشه، جاهای مختلف رو بگردونه. غیر از اون من یه لیست 35 تا جای اینجا رو در آوردم. همین یه محله 35 تا جا داره، جاهای خیلی کیوت و بامزه. بریم همه شو ببینیم دیگه. حالا خب بچه ها بیان همه که انتخاب کنیم. خب پس با ما باشید بچه. این رستورانه، این حلواش خیلی معروفه، مثل این که ما حلواشو گرفتیم. مزه جون میده، مثل که مزه جون میده. خب بقیه بچه هم اومدن، سومی، سالما، حدیش، مریم، کازین من، نسیم، ببخش دفعه این هم شیرین، اون یکی کازین من، این دوتا خواهرم. حالا بریم ببینیم مزه بهش چیه. ما اردوی مدرسه ایم، انقدر زیاده. یادتونه قدیما میرفتیم با مدرسه؟ الان واقعا هم همونه. میخوایم بریم جای دیدنی رو ببینیم. به همون جدید همتا اضافه شد، بهتون معرف نکرده بودم. دنیا اضافه شد، اگر هم که دیده بودیم. بعد نگاه کن هنوز از اینا که لباس سال میکنه. همه خونه هاش رنگیه، این کارتونه. آسمون چقدر قشنگه. بخش تور لیدر رو برامون امروز داره. از کوچه شیب دارم هست. قراره بریم این کلیسای پس بعد اون وری بریم فکر کنم. آره اون وری بعد بریم. این برای خیلی چیز بامزه. این خب. چیز فیلم چوکور بود. خب اینجا بازی کردن دیگه. من ندیده بودم فیلمش. خب این لوکیشن کسایی که فیلم چوکور رو دیدن مثل که لوکیشنش اینجا. پایین اومدن از این شیبه خودش یه مرحله سختی از بازیه. مری به بچه های یوتیوب هم سلام کن. سلام بچه های یوتیوب یاسی بی همراهمون هستن در تصویر، گرچه خودشون نیستن. آقا کسی میدونه این علامت چیه؟ چون من خیلی همیشه میبینم همه جا رو در دیوار ترکیه. اگه میدونین کامنت بذارین بگینین معنیش چیه. میگه یه چیز تاریخیه ولی نمیدونم چیه. تور لیدر ما رو ببینه ببین نمیدونه این چیه. این آقا قرار شد به عنوان تور لیدر ما رو بگره. چقدر خوشگله این کوچه هاش، خیلی کافه هاش با مزده است. خیلی این خونه ها با نمکه. خانومه
داره نون میپزه. حالا اگه هستم اینا خونه هایی که رنوویت شده یه ذره ترتمیز تره و خیلی نازه. این منو یاد خونه آجر سه سانتی های ایران انداخت. نوستالژی خونه هایی که اینجوری داره خوشم میاد. خیلی نازه. اینم که با انسان ها زندگی میکنن. غذا رو برداشت و رفت. آخه براشون غذا انداختن. اینم چی استخونه؟ گربه و اینا همه به هم در مسالمت زندگی میکنن. هیچ کاری هم به هم نداره. چون که خودمو نمیبینین تو ولاگ، همش دارین در و دیوارو میبینین. احیانا اگه دلتون برای خودم هم تنگ شده، های لطفی تکیت بچه‌مون تکیت داری شب رو کی خوری؟ آره میبینم. های چقدر نازه. بچه ها این مشروب فروشیه نگاه. مشروب باشه اینا. قدیمیه انگار مثلا یه 50 سال پیشه. واو چقدر خوشگله. این لوکیشنی که داریم میریم جاییه که سریال چکور فیلم برداری شده که اینم بازیگراشن. بچه ها این در و دیوارا رو همه رو برای سریال چکور مثل که آماده کرده بودن. اینا رو میبینی روش نوشتن همه برای لوکیشن چکور درست شده بوده. همه جا نوشته چکور اصلا چیزه. میبینی اینا همه برای سریال آماده شده بوده. ولی این فهمیدم این آره فهمیدم بالا چکوره، ولی میخوانم معنیش چیه. این علامت همه جا هست. میبینی؟ همه در و دیوارا این علامت هست. لازم شد فیلم چکور رو ببینم. اومدم اینجا دلم خواست ببینم. آقاه میگه اون خونه رنگیه که تو عکس ها میبینین همین هاست، همین کوچه هاست، منتها چون خلوته. همینه راست میگه. منطقه چون تو عکس خلوته و اینا قشنگ تر به نظر میرسه. اینجا مثل این که کافه ای بوده که تو سریال میرفتن همه بچه ها میخوان بری. ولی یکم این بازیگرشه. حالا خود بازیگراش کجا؟ نه خود مثلا این آقا کو؟ لوکیشن رو کاری ندارم، بازیگراش رو میخوام. خود این کو، این کو. حالا من بورم دوست ندارم اصلا. آها این کجا هست الان خوده؟ لوکیشنش رو نمیخوام. این صحنه‌های فیلمه که تو این کافه بوده. بچه ها خیلی رفتن تو جو مافیا. بچه های مافیا این خانوما رو نگاه کنید. خب بعد حدیث یه داستانی داره. اینا
بهشون رمان میگن دیگه، اینا یه اکیپی ان که اسمشون رمانه، ولی سبک زندگیشون میگه خیلی پول دارن، ولی خیلی خوبن، خیلی پول دارن. تو اون فیلم ها قشنگ مشخصه که وضعشون خوبه، ولی همش هم از راه خرید. اینا ولی چینگنم نیستن؟ همونه سبک زندگی اینه، ولی پولو داره. تو جایی که میدونم چینگنه ها اصالتا رومانیایی هستن، شغل اصلیشون همسایه های ما هم هستن چینگنه. چطور شما کجایی؟ ببینیم مثلا تو فیلمه نشون میده میوه فروش، سبزی فروش، یه شغلای دیگه دارن، ولی شغل اصلیشون مافیاییه، مواد مثل که وضعشون هم خوبه. به ما هم گفت بفرمایید بفرمایید، میخواست ما رو بیاره تو تیم فکر کنم، تیم مافیا. عکس قبلی رو دید و فهمید اینا خیلی مافیان این اکیپ. این رستوران از سال 1890 آگورا، یعنی چیزه از این میخونه های راکی و 1890 خیلی معروفه اینجا، مثل این که آره از 1890 این عکس های قدیمی شکلی بوده. خودمونیم کلا. دیواراشو نگاه کنی، اینا معلومه که اینا ریخته. های نه هر مزه هاشه وای، من عاشق مزه های ترکیه، خیلی خوشمزه است. آخه پنجره شو لوکیشن در نظر گرفتم بریم و ما اومدیم رستوران نشستیم و راکی خوردیم و اصلا 35 لوکیشن شاید 4 تا 5 تا دومیش بودید یا چونه بعد خلوت بودیم رستوران الان دیگه سیده شد. چقدر محترم شدن. آره خلاصه از 35 لوکیشن ایشالا تو پارت دو براتون میگیرم. فعلا داریم اینجا راکی خوردیم شما در مسیر برگشت. نگاه کنیم ما چجوری داریم برگشت. عالیه، سختی دست بیا رو پسندش. نه من اوکی هم واقعا. بچه ها اگر که این ویدیو رو دوست داشتین لایک سابسکرایب. چرا چشای من اینجوری شده؟ تو چشات اینطوری هم باشه سابسکرایبت میکنم. لایک سابسکرایب و کامنت یادتون نره تا ولاگ بعدی. دوستتون دارم. خدافظ. ما عاشقتون شدیم.